همیهنان گرامی، درود بر شما. جمهوری اسلامی هنوز از پروانه و داریوش فروهر با وجود گذشت 12 سال از مرگ فجیع اونها وحشت داره. خانم پرستو فروهر که برای برگزاری مراسم یاد بود بنا به سنت هر ساله به ایران رفته، از هر گونه برگزاری مراسم یاد بودی برای این دو جانباخته راه آزادی منع شده. ماموران وزارت اطلاعات با ایشون تماس گرفتن و گفتند که در هیچ جا نمیتونن این مراسم رو برگزار کنن و در ضمن پاسپورت ایشون هم در بعد به ورود به ایران توقیف شد و هیچ دلیلی هم برای توقیف این پاسپورت ندادن. از چه میترسید؟ شما که داریوش و پروانه فروهر رو به اون طرز فجیع به قتل رسوندید، تا این لحظه هم که هیچ کدوم از آمران و عاملان این جنایت فجیع نه محاکمه شدند و نه به مجازات رسیدند. شرم بر شما. هموطنان گرم، از یونان خبر میرسه که تعدادی از پناهندگان سیاسی که در یونان دست به اعتصاب قضا زدن موفق شدند که اجازه اقامت در یونان را بگیرند و در این راه بسیاری از ایرانیان خارج از کشور با اونها همراهی و همگامی کردند. درود به تمام اونها و درود به کسانی که برای آزادی و برای کمک به هموطنان خودشون دست به تلاش زدن. ما امیدواریم که این تلاش هموطنان در سراسر جهان بار دیگر شکل بگیره و در هر جایی که هر ایرانی احتیاج به کمک داره دست به دست هم اونها کمک کنه و مهمتر از همه کمک به مبارزان در داخل کشور. همونجوری که در برنامه دیروز خدمتون گفتم، این هفته را به بزرگداشت قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای اختصاص دادیم. روز گذشته زندگی محمد جعفر پوینده رو با هم مرور کردیم و امروز به بیوگرافی پیروز دمانی می‌پردازیم. پیروز دمانی در سال 1340 در تهران به دنیا آمد. به دلیل سنت مبارزاتی که در محیط خانوادگیش وجود داشت، از دوران کودکی به مسائل اجتماعی پیرامون خود حساس بود. با شروع انقلاب، پیروز با انرژی و انگیزه و اسناپذیری در 16 سالگی به صفوف انقلابیون پیوست و به سوی اندیشه مارکسیست‌لنینیسم گرایش پیدا کرد. پیروز برای اولین بار در شهریور 1361 به خاطر هواداری و فعالیت با سازمان جوانان حزب توده دستگیر و به مدت 7 ماه زندانی شد. از زمان آزادی در سال 62 تا زمان دستگیری مجدد در اسفند سال 69 فعالیت‌های گسترده آزادی‌خواهانه و انسان دوستانه در رابطه با کارگران و خانواده‌های زندانیان و مقتولان سیاسی را با وجود سیستم کنترل پلیسی رژیم حاکم در شرایطی در داخل کشور دنبال کرد که گروه خود را از فعالیت در کشور خسته و ناامید می‌دیدند و به فرار در خارج از کشور دست می‌زدند. از نمونه ثمرات و فعالیت‌های پیگیرانه او در این سال‌ها تشکیل کانون حمایت از زندانیان سیاسی در داخل کشور و اطلاع رسانی به افشاگری درباره فاجعه قتل عام زندانیان سیاسی بود. در سال 69 در اسفند ماه پیروز مجدداً دستگیر شد و به مدت 6 ماه در سلول انفرادی در شکنجهگاه اوین به سر برد. 7 ماه پس از بازداشت در یک دادگاه غیرعلنی محاکمه شد و به 3 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم گردید و 3 سال دیگر را به خاطر پیگیری فعالیت‌های سیاسیش در سایه سار کوه‌های اوین و در کنار بسیاری از زندانیان گروه‌های مختلف سپری کرد. پس از انتقال به زندان عمومی با توجه به روحیه سرزنده و ایمان خلل‌ناپذیرش، ضرورت ایجاد تفاهم در میان گروه‌های مبارز به سازماندهی در میان زندانیان به اعتراض به نقض حقوق آنان در زندان پرداخت و به زودی به چهره‌ای محبوب در زندان بدل گشت. همین امر موجب شد که بارها از سوی مسئولان زندان تحت آزار قرار گیرد و به انفرادی بازگردانده شود. در زمستان سال 73 پس از رهایی از زندان با توجه به سابقه زندان و آشنایی پلیس با نوع تفکر و عمل وی، تصمیم گرفت با استفاده از روزنه‌های موجود برای تحقق اهداف خود در زمینه اطلاع‌رسانی در جامعه و درباره نقض حقوق بشر به فعالیت‌های خود ادامه دهد. از جمله این فعالیت‌ها تأسیس شرکت پژوهشی پیام پیروز بود.
از آنجا که طبق قانون هر شرکتی میتواند بولتنی داشته باشد، او به چاپ بولتن دست زد. ولی در این بولتن فقط رنجنامه های زندانیان سیاسی از جمله انعکاس گسترده زجرنامه فرج سرکوهی که بازتاب گسترده در سطح ایران و جهان داشت و تکثیر سخنرانی آقای منتظری از فعالیت های او بود. در آن زمان پرونده فرج سرکوهی در افکار عمومی جهان مطرح شده و بزرگترین رسوایی را برای حکومت به وجود آورد. دستگیری های کوتاه مدت و تهدیدات تلفنی بر این مبنا که اگر دست از فعالیت بر نداری این بار احضارت نمی کنیم بلکه خفت می کنیم زنگ خطرهایی بود. ولی پیروز مستمر فعالیت هایش را برای کسب آزادی ادامه داد. روز سه‌شنبه سوم شهریور 1377 پیروز دوانی از خانه خارج گردید و توسط ماموران وزارت اطلاعات روبوده شد. این خبر ابتدا به نقل از شادروان داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران در افکار عمومی و رادیوهای برون مرزی انعکاس یافت. زنده یاد داریوش فروهر و پروانه اسکندری تا آخرین روزهای زندگی سرافرازانه خود پیگیر وضعیت پیروز دوانی بودند. در ابتدا مسئولین جمهوری اسلامی ابراز بی‌اطلاعی از وضعیت پیروز دوانی می‌کردند و سعیشان بر این بود که روبوده شدن پیروز را بی‌ربط به قدرهای سیاسی جلوه دهند و سعی کنند که این جنایت به فراموشی سپرده شود. اما پیگیری خانواده و دوستان و صداقت وکیلی توانا چون ناصر زرافشان و درگیری‌های جنایی درون قدرت مانند آنچه در جریان دادگاه عبدالله نوری وزیر کشور خاتمی رخ داد، همگی باعث شدند که نشان دهند رو بودن، شکنجه و سپس قتل پیروز دوانی از جمله قتل‌های سیاسی مشابه در تاریخچه سیاه جمهوری اسلامی بود. یاد پیروز دوانی و سایر قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای گرامی باد. با سپاس از توجه شما به این برنامه. پاینده ایران.